فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ما. آقای ندیمی، خیلی مشتاق بودم اتفاقا با شما صحبت بکنم. چه هست تفسیر شما از این حمله‌ای که الان داره گزارش میشه؟ درود بر شما. راستش نمیتونم تصمیم خیلی تفسیری داشته باشم با توجه به اینکه اطلاعات خیلی جسته گریخته هست. من ویدیوهایی میبینم از افق دور، نورهای انفجاری که میتونه ناشی از هر چیزی باشه. اگر اسرائیل واقعا به نقاطی در اصفهان حمله کرده باشه، اگر صرفا هدف مناطق در منطقه اصفهان باشه، خیلی حمله دقیقی باید باشه که نقطه خیلی مشخصی رو نابود بخوام بکنن. ما میدونیم که در اصفهان صنایع دفاعی بسیار مهمی قرار داره، مرکز UCF، سایت هسته UCF اصفهان هست در جنوب غرب این شهر که در حقیقت مرکز تولید کیک زرد هست، یکی از مهمترین مراحل چرخه تولید سوخت هسته‌ای در ایران که اگر آسیب ببینه تا مدتی اون چرخه هسته ایران به عقب میفته. پایگاه هشتم شکاری در شمال شرق اصفهان هست که اگر هواپیمای F-14 این پایگاه صدمه بهشون وارد بشه یا باند این پایگاه صدمه ببینه، خب بخشی از اون هواپیماهای آماده که در اختیار شبکه پدافند هوایی کشور قرار دارن، به ویژه برای حفاظت از مناطق مرکزی از جمله سایت های هسته‌ای نتنز و جای دیگه، خب میتونه یکی از اهداف باشه. ولی پدافند هوایی اصلی منطقه نتنز خب با سپاه پاسداران هست، با استفاده از سیستم های پدافند هوایی، و هرچند که هواپیمای F-14 جزوی از برخی از هواپیمای F-14 جزوی از شبکه پدافند هوایی هستند، در اختیارش قرار میگیرن، ولی من فکر نمی کنم یک هدف خیلی اولویت بالا باشن که بخوام به عنوان اولین اهداف مورد حمله قرار بگیرن. آقای ندیمی، این تصویره ببخشید طرفتون قطع میکنم، این تصویرهایی که از نزدیکی اصفهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و نشون میده، به نظر میاد سامانه های پدافند ضد هوایی دارن نقاط مختلفی رو میزنن، چه تصویری به ما میده؟ آیا اگر حمله موشکی بوده باشه از طریق یک هواپیمای مثلا F-35، این پدافندها این چنین واکنش نشون میدادن، یا اونطوری که بعضی از مقامات ایرانی دارن ادعا میکنن ممکنه پهپاد بوده باشه؟ خب این آتش پدافند کاملا طبیعی هستش. پدافند 35 میلیمتری، 23 میلیمتری، آدم رو یاد شبهای جنگ ایران عراق میفته در تهران و شهرهای دیگه. این کاملا طبیعی هستش، آتش پدافند هوایی، بخاطر اینکه سعی میکنن از پایین آمدن هواپیمایی که احیانا در منطقه هستن جلوگیری بکنن، یک دیوار آتش به وجود میارن. هیچ تأثیری نداره اگر حمله هوایی انجام گرفته باشه. من فکر نمی کنم اسرائیل مثل سال 81 از بمب‌های معمولی استفاده بکنه یا حتی از بمب‌های لیزری استفاده بکنه که لازم باشه روی هدف خفت بکنه و در فاصله کمی از هدف باقی بمونه برای مدت تا هدایت انجام بگیره. معمولا در از سال 2015 و به ویژه از سال 2018 به بعد، اسرائیل برای حملات هوایی خودش در منطقه به سوریه، به اطراف سوریه، به ویژه از موشک های دور ایستا استفاده می کرده، موشک هایی که برد 60 تا 100 کیلومتر و در مرحله بعدی تا برد 150 کیلومتر داشتن و خیلی راحت میتونستن از روی مدیترانه، از شمال لبنان و منطقه گولان موشک‌های خودشون رو به سمت اهداف داخل سوریه پرتاب بکنن بدون اینکه اصلا نیاز باشه وارد حریم هوایی سوریه بشن. و در اینجا هم من احتمال میدم که اگر نیروی هوایی اسرائیل عملیاتی در روی آسمان ایران انجام داده باشه، به اهداف خودش نزدیک نمیشه و از فاصله 150 کیلومتری برای نمونه اگه بخواد به پایگاه هشتم شکاری حمله بکنه، از روی منطقه کوهرنگ میتونه موشکای خودش رو رها بکنه و نیازی نباشه که به پدافند هوایی نزدیک بشه. در مورد استفاده از درون ها هم خب میتونه همراه باشه، میتونه
کوادکوپتر اگر مورد استفاده قرار گرفته باشه یا نه از داخل خود ایران باز باید اینا پرواز کرده باشن. من احتمال نمیدم که درونی از خارج از ایران از خاک اسرائیل یا جای دیگه‌ای پرواز کرده باشه. شایعاتی هست از کردستان عراق درون اومده باشه. من به هیچ وجه احتمال نمیدم. اگر هم درونی وجود داشته باشه، برای همین هواپیمای جنگنده ممکنه تعدادی از این هدف‌های کاذب دلیل رو رها کرده باشن که شبیه موشک‌های کروز هستن و با استفاده از انتشارات رادیویی که انجام میدن و بازتاب رادیویی که شبیه یک هواپیما دارن روی رادار کاملا به عنوان یک هواپیما دیده میشن و باعث از گمراه کردن و اشتباه کردن پدافند هوایی میشن. این یکی از روش های معمول اسرائیل هست، در جنگ های گذشته استفاده میکرده، در حملات هوایی سوریه هم مرتب مورد استفاده قرار میگیره. بسیاری از موشک های کروزی که سوریه ادعا میکنه سرنگون میکنه در حملات مختلف، در حقیقت این هدف های کاذب هستن که از هواپیماها و از گاهی هم از روی زمین رها میشن. اگر در همین سطحی که میبینیم باقی بمونه، حالا میزان خرابی ها و تخریب های احتمالی رو هم نمیدونیم، واقعا میدونم شاید خیلی اطلاعات محدود باشه، ولی به نظرتون از نقطه نظر نظامی برنده که بوده تا اینجا؟ نمیشه به طور دقیق گفت که برنده کی بوده، به خاطر اینکه نوع هدف ها رو ما نمیدونیم چیه، ولی احتمالش هست که یک اقدامی در سطح حملات گذشته ای که به مرکز هسته ای انجام گرفته شده باشه. برخی از این درون ها ممکنه به هدفشون رسیدن و انفجاراتی به وجود آوردن، خسارتی ممکنه وارد کرده باشن، و برخی هم ممکنه به هر دلیلی به هدف نرسیده باشد. بنابراین دو طرف ممکنه به نوعی دوباره بخوان ادعای پیروزی بکنن، ولی من شک دارم که اسرائیل هیچ مسئولیتی بوده بگیره در مورد این هدف. و اصولا هنوزم نمیتونم باور بکنم که اسرائیل بخواد اقدامی در داخل خاک ایران انجام بده که ریسک 50-50 داشته باشه، یعنی احتمال موفقیت 50-50 داشته باشه. به خاطر بالا بودن حساسیت موضوع، اگر اسرائیل در عمق خاک ایران بخواد اقدام هوایی عملیات هوایی انجام بده، به نظر من یک عملیات عمده هست. و اگر این عملیاتی که ما دیدیم در طی ساعت گذشته چندان اهمیت خاصی نداشته باشه، میشه در همون راستای عملیات گذشته اسرائیل رتبه بندیش کرد و همچنان باید منتظر اون پاسخ اصلی اسرائیل به اقدامات شنبه شب سپاه پاسداران در اسرائیل باشیم. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن.